اطلاعی دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران شماره 62 تشکیل یک هیئت 3 نفره از سردشخیمان برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان. خانم رجوی نسبت به اعدام دستگیر شدگان هشدار داد. آخوند شاهرودی رئیس جنایتکار قوه قضایی رژیم آخوندی یک هیئت متشکل از 3 سردشخیم، آخوندها دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیسی معاون اول قوه قضاییه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان قیام سراسری مردم ایران تشکیل داد. این هیئت یادآور هیئت معروف به مرگ است که خمینی آن را در سال 1367 تشکیل داد و در عرض چند هفته 30,000 زندانی سیاسی را قتل عام کرد. پور محمدی و رئیسی هر دو عضو هیئت مرگ بودند. پور محمدی وزیر کشور احمدی نژاد در زمان قتل عام زندانیان سیاسی معاون وزیر اطلاعات بود و بیشترین نقش را در اجرای حکم خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی بر عهده داشت. دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات سابق رژیم آخوندی یکی از مسئولان کشتار و جنایت در این رژیم است و قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در سال 1376 در زمان وزارت او صورت گرفت. هر سه عضو این هیئت با هر معیاری از جنایتکاران علیه بشریت محسوب می شوند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نسبت به اعدام بازداشت شدگان قیام مردم ایران هشدار داد و گفت خامنه ای ولی فقیه ارتجاع در صدد است با اعدام و کشتار و ایجاد رعب و وحشت خود و رژیمش را از محاصره خشم و نارضایتی مردم ایران نجات دهد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت، دبیر کل و شورای امنیت ملل متحد را به محکوم کردن جنایات رژیم آخوندی و احاله پرونده جنایات مسئولان اعدام و کشتار و سرکوب از جمله خامنه ای و احمدی نژاد و شاهرودی و دوری نجف آبادی و پور محمدی و رئیسی به یک دادگاه بین المللی فراخواند. آخوند احمد خاتمی عضو خبرگان ارتجا در نمایش جمعه 26 ژوئن 2009 دستگیر شدگان را محارب توصیف کرد و از قوه قضایی خواست آنها را اعدام کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 9 تیر 1388 30 ژوئن 2009. بینندگان عزیز، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور لحظاتی پیش خبر داد حدود 3,000 نفر در ولیعصر تهران در حال تظاهرات هستند. تظاهر کنندگان در حالی که توسط انبوهی از مزدوران تا دندان مسلح محاصره شده اند شعار می دهند خامنه ی گوساله باز هم بگو فوتباله.